سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به زندگی شخصی خانم یاسمین لوی، خواننده‌ای که عاشق هایده بوده و آهنگ سوغاتی هایده رو هم خونده، پرداختیم. پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدمون زودتر از همه با خبر بشید. یاسمین لوی، خواننده مشهور اسرائیلی، به روایت خودش خواننده‌ای نیست که موسیقیش از جنس موسیقی مردمی و همه پسند باشه. این تعریف اون به ظاهر اشاره‌ای داره به زبانی که اون ترانه‌هاش رو میخونه، زبان لادینو، زبانی که تأثیری عمیق بر فضای موسیقیش داشته. یاسمین لوی، خواننده اسرائیلی اسپانیایی، متولد 23 دسامبر 1975 در اورشلیم. پدر اون اسحاق لوی آهنگساز و آوازخون مذهبی بوده که پژوهش زیادی در زمینه پراکندگی موسیقی اسپانیایی یهودی داشته. اون سردبیر مجله‌ای بوده که یاسمین با تلفیق مدرن آهنگهای سبک فلامنکو، فارسی و آندلوس به تألیف جدیدی از موسیقی اسپانیایی یهودی دست پیدا کرده. یاسمین لوی تا حالا 5 آلبوم روانه بازار کرده. یکی از آهنگ‌های اون، یعنی آهنگ سوغاتی، برگرفته از آهنگ سوغاتی هایده بوده. یاسمین در مصاحبه‌ای گفته فرهنگ ما فرهنگ اسپانیایی یهودیه. تا 500 سال پیش یهودیان زیادی در اسپانیا زندگی می‌کردن و من به یهودیانی تعلق دارم که در اسپانیا بودن و زبانی که به اون آواز می‌خونم بیشتر از 500 سال قدمت داره. در واقع من به زبان اسپانیولی کهن می‌خونم. من در اسرائیل متولد شدم ولی فرهنگ من تلفیقی از فرهنگ اسپانیایی و یهودیه. من همه تلاشم رو کردم که خواننده نشم. توی خانواده‌ای بزرگ شدم که همه از جمله پدرم معتقد بودن که موسیقی نباید تبدیل به شغل و حرفه بشه. در 22 سالگی به این نتیجه رسیدم که من متولد شدم که خواننده بشم و نباید بیشتر از این خودم رو گول بزنم. میخواستم بخونم و باید رویای تبدیل شدن به یک دامپزشک رو کاملا فراموش میکردم. الان باورم اینه که واقعا من برای خوانندگی زاده شدم. واقعا برای ساختن و خوندن ترانه به دنیا آمدم. پدرم میخواست که من و برادرانم به گفته اون یه حرفه واقعی رو دنبال کنیم. دوتا برادرام مهندس شدن و خواهرم هم وکیل شد. همه غیر از من یه حرفه درست و حسابی داشتن. به نظر من اگر پدرم زنده بود احتمالا من هم به حرفش گوش میکردم و حرفه دیگه ای رو دنبال میکردم. مرگ پدرم باعث شد که جرأت پیدا کنم و خواسته قلبیمو دنبال کنم و خواننده بشم. برای اینکه پدرم اصلا دوست نداشت من خواننده بشم، ولی الان همه خوشحالن که من این پیشه رو انتخاب کردم. یاسمین در مصاحبه‌ای گفته که این آوای هایده است. من با هایده بزرگ شدم. مادرم به آهنگ‌های اون گوش می‌کرد. برای من صدای هایده مثل گوش کردن به آهنگ‌های بیلی هایده یا ادیت پیاف بود. من با موسیقی هایده بزرگ شدم. البته اینم بگم که به موسیقی پاپ ایرانی هم زیاد گوش میدم و بسیار به نظر من این موسیقی زیباست. ولی من روح پیری دارم. انگار کلاً پیر به دنیا اومدم. برای همین جذب آهنگ‌های قدیمی میشم. آثار هنرمندانی مثل هایده یا معین دنبال صداهای بزرگ و غمگین بودم و همیشه توی موسیقی ایرانی این نمونه ها رو پیدا کردم و واقعا قدردان و خوشحالم و آرزوی بزرگ من اینه که برم ایران و بخونم. ولی این رو هم میدونم که به عنوان یک زن اسرائیلی این محاله. با این همه فکر میکنم یه روزی بالاخره همه چیز عوض میشه و این آرزوی همه ماست. من به موسیقی ایرانی گوش میدم و اطرافم همیشه موسیقی ایرانی هست. یکی از اعضای گروه هم ایرانیه که نی می نوازه و خود من در دوران جوانی خیلی به آهنگهای هایده گوش می کردم و واقعا عاشقشم. من در کل چند تا خواننده ایرانی رو در حقیقت می پرستم. تعدادشون زیاد نیست، فکر می کنم 3-4 تا بشن که صداشون واقعا فوق‌العاده است. ولی صدای هایده یه چیز دیگه است. وقتی 8 سالم بود شروع کردم به گوش کردن به آهنگهای هایده. خب
میبینید که موسیقی ایرانی عملاً بخشی از زندگی من بوده همیشه. عشق، عشق و عشق، اینو همیشه دریافت کردم از مردم ایران. نامه های زیادی برام فرستادن که ازم تشکر کردن که من آهنگ هایده رو خوندم، ولی در واقع من باید از شما تشکر کنم به خاطر داشتن همچین آهنگی و همچین خواننده هایی مثل هایده و موسیقی قدیمی ایرانی، چون این یک چشمه زلال و عمیق و ارزشمنده که پیدا کردنش اصلاً کار آسونی نیست. سوغاتی آهنگ ساده‌ای نیست و اصولاً خوندن و نواختن موسیقی ایرانی کار دشواریه و به همین علته که این موسیقی رو واقعاً ستایش میکنم. توی گروه هم یه نوازنده ایرانی دارم که اسمش امیر شاهساره و 15 ساله که با من کار میکنه و رابطه نزدیکی هم با هم داریم و یه جورایی فرهنگش در وجودم رخنه کرده. فلوت، نی و کلارینت میزنه، روی صحنه هم به فارسی میخونه، درست مثل مؤذنی که در مسجد اذان میگه با احساس میخونه. موسیقی ایرانی بخشی از روح و جسم منه، من واقعا با این موسیقی بزرگ شدم. موسیقی جدید ایرانی هم موسیقی خوبیه، ولی موسیقی مد نظر و سلیقه من نیست. امروز آهنگ‌های معین و امید رو گوش می‌دادم. هر دو خیلی خوب و فوق‌العاده بودن، اما من شخصا موسیقی سنتی ایران رو واقعاً دوست دارم. برای ما چه اینجا و چه در اروپا، موسیقی سنتی ایرانی موسیقی ساده‌ای نیست. کار آسونی نیست که من بیام و موسیقی سنتی بخونم و شنوندگان من یک ساعت یا بیشتر به اون گوش بدن. اما من خودم میتونم ساعت‌ها و روزها به موسیقی سنتی ایرانی گوش بدم، چون من با این موسیقی بزرگ شدم. موسیقی سختیه و تا اونجایی که میدونم موسیقی سنتی ایرانی مادر موسیقی شرقه. یاسمین لوی گفته من با هایده بزرگ شدم، مادرم به آهنگهای اون گوش میکرد. برای من صدای هایده مثل گوش کردن به آهنگهای بیلی هالیده یا ادیت پیاف بود. من با آهنگهای هایده بزرگ شدم. البته این رو هم بگم که موسیقی پاپ ایران رو گوش میکنم و بسیار زیبا هستن. اون گفته زمانی که آهنگ سوغاتی خانم هایده رو خوندم خیلی نامه از طرف ایرانیا دریافت کردم که از من تشکر کردن که من این آهنگ رو خوندم، ولی در واقع من باید از اونها تشکر کنم به خاطر داشتن این آهنگ و چنین خواننده بزرگی و موسیقی غنی ایرانی، و امیدوارم جوانهای ایرانی قدر این سرمایه ها و فرهنگ غنیشون رو بدونن و اون رو ستایش کنن. و مطمئنم صداهای زیبای زیادی الان در ایران هستن و این گناه بزرگیه واقعا که نذاریم احساسات خودشون رو بیان کنن و آواز بخونن و از غمها و شادیهای خودشون به زبان موسیقی زیبا حرف بزنن. مرسی از این که تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.